سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم برای فال جدید. با هم میپردازیم به فال هفتگیمون. دوستان، فال هفتگی اعترافات ضمیر ناخودآگاه او در مقابل شما. دوستان عزیزان، این فال قطب مؤنث و قطب مذکر هستش و با هم دیگه میپردازیم به اینکه چه چیزی در درون شما میگذره و در زندگیتون میگذره بدونی که شاید خودتون هم متوجه باشه. شما قطب مؤنث عزیز دلی که دارین این فال رو نگاه میکنین و قطب مذکر معمولا شخصی هستش که مقابل شما هستش، شخص احساسیتون یا شخصی که بهش فکر میکنین، شخصی که ممکن هست در زندگیتون باشه یا اینکه دیگه توی زندگیتون نیست ولی هنوز در روح و روان شما وجود داره. این شخص، عزیزان دل، میدونم الان که دارین این فال رو نگاه میکنین سال جدید میلادی گذشته، پس من این سال جدید میلادی رو به همه شما عزیزان فارسی زبان تبریک میگم و همچنین امیدوارم که سال جدید سرشار و مملو از شادی و تندرستی و پیروزی برای شما عزیزان هموطن ایرانی باشه و همچنین شما عزیز دل فارسی زبانی که منت بر سر من میگذارین و میایین و این کانال رو نگاه میکنین، امیدوارم که زن تندرستی و شادکامی مهمان خانتون باشه. ببینیم چه خبر هست در انرژی ها. و اولین کارت هایی رو که من میکشم دوستان، کارت های انرژی قطب مؤنث و قطب مذکر هست. دوستان عزیزان، من قطب مؤنث و مذکر رو یه توضیح خیلی خیلی سریع میدم چون دوستان ایرانی نمیتونن از ایران ویدیو رو درست باز کنن، مجبورم کوتاه تفسیر کنم. قطب مذکر شخصی هستش که مسائل احساسی براش اصلا مهم نیست، اون هست که رابطه رو به تنگناهایی میکشه، یا قطب مؤنث رو رها میکنه یا اینکه باعث میشه که قطب مؤنث خودش بزنه بره، چرا که مسائل دیگه براش مهمتر هستن و ارزش‌های پایین دنیاوی، مادیات، وجهه اجتماعی، همیشه دودل هستش، عدم تصمیم گیریش، همیشه نمیدونم بابام چی میگه، مامانم چی میگه، بابا چی گفت، ننت چی گفت، فلان چیه، چه وجهه اجتماعی دارم. روابط خونیش براش مهمتر هستش و آنجایی که بار زندگیش سنگین میشه قطب مؤنث رو میندازه از زندگیش بیرون و همچنین بر تمام احساسات خودش یک کنترل 360 درجه داره. قطب مؤنث برخلاف قطب مذکر دوستان برده و بنده احساساتش هستش و حاضر برای احساساتش همه کار کنه و از کوپن خودش استفاده میکنه، از کوپن دیگران هم استفاده میکنه و همیشه به دنبال مهر و محبت قطب مذکر هستش. شخصی هست معنوی، شخصی هست احساسی، ولی یه وقتایی هم این احساساتش تیشه به ریشش میزنه و اینکه مشکل داره از اینکه بخواد از نظر احساسی کنترل داشته باشه بر احساساتش، ولی میخواد بر همه کس و بر همه چیز در دنیا کنترل داشته باشه. خب دوستان، این توضیح کوچکی بود که دادم. من کارت ها رو مخلوط میکنم و میریزم یک کارت از قطب مؤنث و یک کارت از قطب مذکر براتون میکشم. دوستان، این کارت برای کی بود؟ قطب مذکر در اومد و اینکه قطب مؤنث رو هم یک کارت در میارم. وقتی که من میگم من به قطب های مؤنث این کانال افتخار میکنم، باز هم آفرین بر شما. عدد 22 برای قطب مؤنث افتاد. من میسازم و من میسازم و بزرگ میسازم و من تمام انرژیم رو در جهت اون کاری که باید و اهدافم میذارم و اینکه من برای یک هدف دست جمعی کار میکنم و من خودم رو بر روی پروژه کوچیک متمرکز نمیکنم. من به استعدادهای خودم اعتقاد دارم و از حس ششم هم استفاده میکنم. چقدر عالی که قطب مؤنثی که معنوی هست و حس ششم قوی داره بتونه ازش استفاده کنه. و بالاترین حس ششم ما، حس ششم ما چی هست دوستان؟ وقتی که من چشممو میبندم و اینکه مسئله ای رو که دنبال جوابش هستم تصور میکنم، این مسئله انجام شده، ببینم چه حسی در درون من به وجود میاد، در حالت فیزیکی چه حسی بهم دست میده، میتونیم بگیم اون استفاده از حس ششمتون برای تصمیم گیریاتون هستش. قطب مذکر شک، عدد 2 افتاده. قطب مؤنث 22، قطب مذکر 2. ترس و اینکه جدایی، میگه که ترس، میترسه و شک و تردید داره.
میخواد یه چیزی رو به هم بزنه، رابطه رو به هم بزنه، و یا اینکه میترسه یک رابطه تمام بشه، احساس میکنه که رها شده، ولش کردن، دست رد بهش خورده و احتیاج به زمان داره تا اینکه جایگاه خودش رو مشخص کنه. احساس میکنه که هیچ کس صداش رو نمیشنوه و هیچ کس براش ارزش قائل نیست و تحت تاثیر شخصی هستش. خب کاملا در انرژی های خودش هست. خود به من مذکر دوستان همیشه تحت تاثیر دیگری یا دیگران هستش و همیشه من نبودم، دستم بود، تقصیر آسینم بود. خب بریم چه خبر است در انرژی ها. و اول انرژی که بیانگوی انرژی های قطب مؤنث هست چه هست، بعدش میپردازیم به قطب مذکر. خب قطب مؤنث، خانم یا آقا باشین، شما قطب مؤنث هستین. خانم یا آقا باشه شخص مورد نظر شما، قطب مذکر هستش. پس اینجا من این حرفو میزنم که دیگه هی به من چرا میگه قطب مؤنث قطب مذکر. خب من اینجوری صحبت میکنم، یه مقدار بیایم بلند شیم، نه اینکه بخوایم توی این فالگیری های سر کوچه میدون رفتار کنیم. خیلی خوب، قطب مذکر افتاده بود که مثل بچه میمونه، دقیقا همین حالتاش، میترسه. چقدر کارت افتاد؟ نه یک دونه لطف کنیم من کارت بدیم در ارتباطه با اولین کارت رو در مورد قطب مؤنث لطف کنیم من بدیم. قطب مؤنث پیامبر آب براش افتاد دوستان، صادقانه میخواد کاری رو انجام بده، قدمی برداره، حداقل با خودش صادق هستش. ببین انرژی پیامبر همون شوالیه هستش. شوالیه‌ها همیشه انرژی هاشون افراطی هستش، ولی انرژی هدفمند هستن و هدفش این هستش که از نظر احساسی قدمی برداره. حالا در چه راستایی بعدا میرونیم. ببینیم از نظر احساسی به یک بلوغ رسیده دوستان، کاملا میدونه. حتی اگر این قطب مذکر باشه که این پشت برای قطب مؤنث افتاده، میخواد اگر که حرفی هم بزنه به قطب مذکر صادقانه باشه، حرفی بزنه. چون ببینید هم احساس هستن این کارت، هم قدمی بر میدارم، هم صادق هستم. خب بریم ببینیم کارت های دیگه بهمون چی میگن. کاری رو میخواد انجام بده، حرکتی صادقانه باشه. ببینیم و کارت بعدی حضرت محترم پاپ افتاد اینجا و اینکه میگه چی در ارتباط با حالا داره اوج میگیره قطب مؤنث، از نظر روحی معنوی داره اوج میگیره. اوج گرفتنتون که کاملا مشخص هست، عدد شناسی این حرف رو به من میزنه. ببینین دو تا آرکان ماجور یا تاروت کبیر اینجا افتاده که حرف از انتخاباتی که قطب مؤنث داره انجام میده در ارتباط با رابطه روحی قوی که با شخصی داره. برای یک سری ها اگر در ازدواجی هستین، در تعهدی هستین، میخواین کاری رو انجام بدین، تصمیمی رو بگیرین با تمام وجودتون و صادقانه حرکت کنین. صادقانه قطب مؤنث حرکت میکنه و دارم میبینم که اوج گرفته، حتی در مقابل اون رابطه روحی که با شاید با قطب مذکر داره که میدونه که شاید رابطه روحی قوی داره. خب ولی چه فایده اگر قطب مذکر حرکت نکنه؟ من با تو یک رابطه روحی قوی دارم، ولی بیشتر از آنچه که باید دیگه بیشتر از کوپن خودم خرج نمی کنم. بودجه من تا اینجا بوده، بیشتر از این دیگه ندارم، نمیتونم برم ته قابلمه رو چیکار کنم بکنم. خب پس به این صورت، پس آنچه که از دستش برمیومد انجام داده، اوج گرفته و اینکه میخواد صادقانه عمل کنه. یک سری از عزیزان قطب مؤنث هم هستن، میخوان حرکتی انجام بدن، حرفی بزنن، مکالمه ایجاد کنن با قطب مذکر، در حال تفکر هستن و میخوان کاری رو انجام بدن واقعا صادقانه با تمام وجودشون. قطب مذکر دوستان در یک بستگی احساسی هستش، حوصله‌اش سر رفته، دلش برای قطب مؤنث تنگ شده، در یک زندگی، در یک بیابان عاطفی به سر میبره. ببینیم به کی داره فکر میکنه؟ به قطب مؤنث داره فکر میکنه و چیزی از زندگیش کم هستش و اینکه دارم میبینم که قطب دلش برای قطب مؤنث تنگ شده. خب در یک مسئولیت هم هست. ببینیم باز باشه که به روی خودش نمیره، پس میشینه باز هم فکر میکنه، فکر کنه بنده خدا مغزش بخار شد و این که سلول‌های خاکستری مغزش هم همه از بین رفتن، بس که فکر کرد، فکر میکنه و اینکه دو استراتژی داره جلو میره. دقیقاً ایستاده بر سر پیامبر زمین. پیامبر زمین کارتی نیستش که حرکت کنه، برای من لاک پشت هستش. سر یه نقطه ایستاده، یواش یواش تا تی یه وقتی نیافتی پات بشه جلوی اون، یکی پات بیفتی قطب مذکر، پس اینجوری هستش. چرا
داره فکر میکنه برای یک شروع احساسی با کی؟ با قطب مؤنث مقدس الهی. شما دوست عزیزی که داری نگاه میکنی به شما فکر میکنه، پس این روزا روزایی هستش که شما در ذهنش هستین و اینکه به شما خیلی فکر میکنه. دیروزم فال دیروزم به همین صورت بود که به فکر مکالمه بود ولی میترسید و تحت تاثیر کسی بود. خب بریم ببینیم که قطب مؤنث بسیار زیبا. این کارت برای من کارت اولا این هستش که تعادلی که در دو قطب‌های قطب مؤنث به وجود اومده، مخصوصا قطب‌های مؤنث این کانال که شما مایه افتخار من هستین دوستان. یه وقتایی هست من زمانی که دارم کامنت‌های شما رو میخونم باور کنید اشک از چشمام میاد، چرا که یه وقتایی هست بسیار خسته هستم و کامنت‌های شما به من انرژی میده و ازتون متشکر هستم دوستان. توجه کنید اینجا تعادلی که قطب مؤنث در دو قطبش به وجود اومده و در روح و روانش و حتی از نظر احساسی، تعادل در چی؟ در مسائل احساسیش دیگه اون افراطی بازی ها و اون تند روی های قبر رو نداره، بلکه آسته میره آسته میاد. ببینید آسته میره آسته میاد. ببینید متوجه شده تعادلی که در زندگیش به وجود اومده تعادل نسبی هستش، تعادل ظریفی هستش، نباید بشکنتش. خب ببینیم تعادلی هم که داره توی زندگیتون به وجود میاد عزیزان دل قطب مؤنث و در ارتباط با کیب، در ارتباط با قطب مذکر، برای یک سری چی از شما عزیزان دل قطبهای مؤنث تعادلی داره در ارتباط با عدالتی داره رعایت میشد در مورد شما در ارتباط با قطب مذکر دوستان. خب حالا بریم ببینیم که قطب مذکر موفقیت برش افتاده بر روی چی؟ بر روی این بستگی احساسی که دارم میبینم. ببینید قطب مذکر از دعوا میترسه دوستان، ولی برش الان اینجا دارم میبینم پیروزی افتاده، پیروزی، شاید موفق بشه از این حالتهای اینرسی در بیاد. دیگه کارت خیلی نریزین لطفا، یک دونه کارت به من بدین، ببینیم کارت دیگه و اینکه معجزه براش دارم میبینم. معجزه میبینم بر روی تزلزلی که در درونش هست، بر روی این بستگی هایی که داره دوستان. مسائل در ذهنش دارن پیشرفت میکنن در ارتباط با شما دوست عزیز، چون داره خیلی از خودش سوال میپرسه در ارتباط با شما، پس معجزه داره در درونش به وجود میاد و خدا هم پس کلش میزنه و اینکه داره بهش میگه حرکتی کن، از تو حرکت، از من برکت. خب ببینیم کارتای دیگه به چه صورت هستن. قطبمون شما خودتون اینجا افتادین که پر از امید و آرزو هستین و الان برای یک سریاتون با اینکه این همه پیشرفت کردین هنوز دست به سر هستین. هنوز یک سریاتون دوستان ببینین یک سری از مسائل در راه هستن برای شما. راه شما روشن هستش و این شروعی که باید توی زندگیتون دارین میگیرین، ولی هنوز احساس میکنین که اون جذابیت و قدرتی رو که باید شاید در چشم قطب مذکر ندارین، یا اینکه به شما تلقین شده این مسئله، یا اینکه قطب مذکر با رفتارش یک اعتماد به نفس هایی رو از شما برداشته. ولی دارم میبینم که کارت پشت میگه شما محافظت شده هستین و راهی که در اون هستین راه بسیار خوبی هستش. و خب بریم کارت بعدی رو. یه سریا فکر میکنین هرگز نمیتونین خودتون رو رها کنین و در این سکوتی که هست در اون با قطب مذکر باقی دارین میمونین دوستان. کاملا درکتون میکنم عزیزان دل، کاملا درکتون میکنم که یه وقتایی ولو اینکه پیشرفتم که میکنیم به گذشته که برمیگردیم، بلاهایی که سرمون در اومده، هم ما به این شخصی که همه بلا سرمون در اومده، هم یک وابستگی های عاطفی داریم، هم بهش احساس داریم و همین که نمیتونیم خودمون رو رها کنیم و در سکوتی هستیم که بدترین خشونت هستش. ببینیم کارت دیگه به اون چی میگن. کارت بعدی خود به مذکر براش دارم میبینم که موفقیت براش دارم میبینم اینجا، موفقیت روی موفقیت هستش. حالا از اون حالت بستگی داره در میاد در واقع، حالا از اون حالت هایی که و اینکه موفق میشه که دوستان ببینین دوتا کارتی که اومده که یک دوره از زندگیش داره تمام میشه و وارد یک دوره جدیدی داره میشه، جو دوره‌ای که در اون خودش رو داره رها میکنه، از اون بستگی هاش داره در میاد و اینکه ریسک میکنه و حرکت میکنه در ارتباط با مسئله ای که در اون دوستان میدونه که با شخصی که رابطه روحی قوی داره. ببین پس یک مسئله داره براش روشن میشه قطب مذکر، از اون حالتهای بستگی داره نسبت به قطب مؤنث در میاد، یک چیزی تمام میشه یک چیز دیگه داره پیش روش روشن میشه. خب
بریم کارت های دیگه بهمون چی میگن ارتباط با قطب مؤنث و بعد قطب مذکر. حالا دیگه قطب مؤنث متفکر هستش و دست به سر هستش، مایوس هست از یک سری از مسائل. از قطب مذکر مایوس هستش، کاری انجام نمیده بعد در ارتباط با قطب مذکر. ببینید اینجا میخواد حرکتی انجام بده به سمتش بره، ولی الان دارم میبینم که در تفکر هستش و در سکوت هستش. خب حداقل اون بالا داشت میگفت در ارتباط با احساسات خودش کاملا کاملا صداقت داره، با خودش صداقت داره. ببین دوستان، اینجا دارم میبینم که قطب مؤنث برای چی در سکوتی هستش؟ چون میترسه که اگر کاری انجام بده، اینجا میخواست کاری انجام بده، اون بالا کاری انجام بده، قدمی برداره به سمت قطب مذکر، دست ردی بهش میخوره. ولی در آخر دارم میبینم که اینجا برای قطب مؤنث هماهنگی افتاده و همچنین ببینید دوستان حرف از صحبت میزنه این پرش و حرف از شتاب مسائل. عزیزان دلی که در یک سکوت هستیم با قطب مذکر ممکن هستش که ازش خبردار بشن. اوکی؟ حالا بریم ببینیم که کارتای بعدی چی میگه در ارتباط با قطب. بله قطب مذکر دوستان خیلی به فکر قطب مؤنث هستش و شاکرای قلبش هم داره باز میشه. چانتر ریخت توش، بالاخره چشم سومش که کور کرده، اینکه بماند چانته ریخت توی قلبش، بالاخره قلبش رو باز کرد. حالا بریم ببینیم کارت بعدی بهمون چه میگه. خیلی دیگه کارت ریخت و اینکه موفقیت برش افتاده. برای من قطب مذکر چندین روش هم با موفقیت بر روی مسائل احساسیش افتاده. اینجا موفقیت افتاده، موفقیتی که با زمان سراغش میاد و از این حالت‌های درگی با گذشت زمان از این درگیری‌های درونی خودش در میاد. اوکی؟ حالا ببینیم برای یک سری‌ها خیلی سریع سر از قطب مذکر دوستان خبردار خواهید شد. خب ببینیم کارت‌های دیگه بهمون چی میگن در ارتباط با قطب مذکر و مؤنث. مؤنث اول از همه قطب مؤنث میترسه از خیانت، میترسه از اینکه دو مرتبه رفتن به سمت قطب مذکر براش یک خیانت باشه و اینکه دارم میبینم که داره تصمیماتی رو میگیره، همه چیز براش روشن شده و خودش رو داره رها میکنه، از اون حالتهای بد داره خودش رو رها میکنه. یک سری از شما عزیزان دل قطب مؤنث دارین بر روی زخم روحی خیانت خودتون کار میکنه. خیانت کرد کرد، اوکی؟ همیشه همه جای دنیا به شما خیانت نخواهد شد. خب بریم ببینیم کارت بعدی بهتون چی میگه. کارت بعدی قطب مذکر رو دارم میبینم که در غمی هستش، در غم قطب مؤنث هستش. همونجور که دیدیم از اول دوستان این شخص و اینکه این شخص در یک بستگی های احساسی قرار داره و داره خودش رو رها میکنه. عزیزان دل توجه کنین، من وقتی کارت ها رو میچینم چرا از کارت های دست کارت های متفاوتی استفاده میکنم؟ چون دست کارت های متفاوت برای من پیام های متفاوت رو میارن. توجه کنید دوستان، به صورت پیشرفت در زمان نیستش. من دارم بهتون میگم این در یک بستگی احساسی هستش، بعد موفقیت برش افتاده، بعد یه مرتبه میبینیم که در غمی هستش، همون بستگی به اون اولی داره. خب نه اینکه حالا داره پیشرفت، یه مرتبه تلپی میفته تو اون حالتی. داریم میبینیم که قطب مذکر در غم جدایی از قطب مؤنث هستش، خب، و خسته هستش از اینکه بین خودش و قطب مؤنث فاصله داره میگذاره. خب یه سری هاشون هستن چشمشون داره باز میشه دوستان. متوجه میشم توی کامنتاتون هم میبینم یه سری از عزیزایی که خیلی ناامید بودن، طرف به احساسشون بهشون برگشته و معذرت خواهی کرده و کاملا این کارت ها همخوانی داره با یه سری از عزیزان. قطب مؤنث موفق میشه که خودش رو رها کنه دوستان و خسته هستش، خیلی خسته هستش و دارم میبینم که شرایط سختی هستش، ولی متوجه میشه که در مورد قطب مذکر هستش. برای یک سری ها دوستان همون جور که دیدیم متوجه شدن که قطب مذکر
باش رابطه روحی قوی دارن. شرایط سخت خودم رو رها میکنم. جز خودم رو رها کردن کار دیگه قطب مؤنث نداره دوستان. اوکی؟ قدرت باید بگیره و خودش رو رها کنه. هنوز وابستگی هایی با قطب مذکر براش وجود داره ولی سعی میکنه خودش رو رها کنه چون جای جز این دیگه کار دیگه نمیتونه انجام بده. خب بریم ببینیم کارت بعدی. باز هم قطب مذکر ببینید در احساس میکنه که ببینید دور شده و عقب افتاده از زندگی قطب مؤنث دوستان. باز هم دارم میبینم قطب‌های مذکری هستن که اونها هم دارن معنوی میشن و رشد معنوی میکنن عزیزان. دو تا کارت اینجا افتاد، خستگی قطب مذکر افتاد، بس که داره میجنگه با کی، با قطب مؤنث، ولی حس ششمش هم داره بهش میگه که بیدار شو. یعنی در واقع قطب مذکر هم داره از نظر معنوی بیدار میشه. باز هم کارت معنویت این پشت افتاده. خب بسیار خوب، همه اگر یه مقداری معتقد باشن و معنوی باشن دوستان دنیا بهشت میشه. قطب مؤنث راه خودش رو داره پیدا میکنه، حرکت میکنه، همجور که دیدیم داره خودش رو رها میکنه. و ببینیم کارت بعدی، کارت بعدی حرف از این که راهنما، ببین کلید، راه حلی، گشایش در زندگی قطب مؤنث داره به وجود میاد. هم راهش رو پیدا میکنه، هم گشایش در آنچه که عذابش میده داره براش به وجود میاد، در شرایط سختی که داره به سر میبره. قطب مذکر میگه که در قسمتی از زندگیش هستش که در ترانزیشن هست، از مرحله به مرحله دیگه میره. دیدیم یک مرحله از زندگیش اینجا داشت تمام میشد و وارد یک مرحله دیگه میشد که راحتتر، سبکبالتر داره میشه قطب مذکر. ببین کارت بعدی، و کارت بعدی دارم میگم خیلی داره فکر میکنه. به حال کارت روباه از قطب مذکر، با قطب مذکر خیلی به قول معروف خانایی داره و اینکه دارم میگم خیلی با تفکر و با برنامه ریزی داره قسمتی از زندگیش داره وارد دوره جدیدی از زندگیش میشه و پا در مرحله جدیدی داره میگذاره دوستان. پس این حالتهایی بود که از قطب مؤنث و مذکر. قطبهای مؤنث دارن اوج میگیرن از نظر احساسی، حتی در مقابل سلطه‌ای که بر آنها رواست، خانوادگی باشه، سنتی باشه، هر چیزی که باشه، دارن اوج میگیرن. به هر حال هنوز وابستگی‌هایی هستش ولی دارن اینا خودشون رو رها میکنن و اینکه شبای با وجود شرایط سخت راه حل و گشایش در زندگیشون هست. قطب مذکر هم به همین صورت دلش برای قطب مؤنث تنگ شده، در یک مسئولیت احساسی هستش و اینکه دارن میبینن که وارد دوره جدیدی داره میشه و به فکر قطب مؤنث هستش و ناراحت هست از این فاصله که بین خودش و قطب مؤنث وجود داره و اینکه دارن میبینن که حس ششمش هم قوی هستش و اینکه به هر حال چشم کور، چشم سوم کورش رو که کور خودش کور کرده بود و داره مداوا میکنه و اینکه دارم میگم خیلی متفکر هست و با برنامه از دوباره دو مرحله جدی از زندگیش داره میشه. خب دوستان ببینیم با هم دیگه ببینیم که از نظر احساسی قطب‌های مؤنث و مذکر در چه مراحلی هستن دوستان. خب بریم ببینیم چه خبر هستش. ببین دوستان قطب مؤنث اینجا دارم میبینم که هم از روزهایی که داره میاد، هم از شرایط زندگیش داره استفاده میکنه، هم به زندگی مادیش و شغلیش، همه اینا با همدیگه داره میرسه، خودش داره رها میکنه در ارتباط با مسائل احساسی و اینکه نمیخواد مثل قبل بر همه چیز کنترل داشته باشه و اینکه آنچه که خوب و خیره از سراغش خواهد آمد. قطب مذکر هم داره به گذشتش فکر میکنه و داره درس میاموزه از گذشتش و اینکه در مورد زندگی احساسیش خوشبین هستش. خب ببینیم کارتای دیگه بهمون چی میگن در ارتباط با این دو قطب دوستان.
انسان قطب مؤنث ببینید خودش رو رها میکنه، حتی در مورد دوستاش، در مورد روابط دوستی که داره، در هر موردی که هست خودش رو رها میکنه. دارم میبینم اینجا که قطب مؤنثی هستن که هنوز به سمت قطب مذکر گرایش دارن، دوستش دارن، احساس دارن که بد نیستش احساس داشته باشم، اون با شما رو راست نیستش، این احساسشون رو سعی میکنن، گرایش هاشون رو قایم میکنن واسه خودشون. قطب مذکر دارم میبینم که ببینید احساس میکنه که بله با قطب مؤنث یک رابطه روحی قوی داره، ولی هم دلش شکسته است اینجا، هم در سکوت هستش و هم در یک انجمادی داره به سر میبره. بنده خدا قلبش انقدر منجمد کرده که داره میترکه. خب ببینیم کارتای دیگه چه حرفی بهمون میزنن در ارتباط با دو قطب. دوستان ببخشید، ببین دوستان قطب مؤنث به سمت داره به دنبال راه حل هایی توی زندگیش میگرده، شانسی که در خونش بیاد بتونه راه حلی برای هم مسائل احساسیش، خانوادگیش، مادیش پیدا کنه و خوشبختیش رو در فعلا در مسائل دوربریاش میبینه، اونایی که دوربرش هستن. خب و اینکه خودش رو رها میکنه از یک سری از تنگناهای احساسی، از یک سری از تنگناهای فکری. قطب مذکر دارم اینم اولا که بسیار کار میکنه و همچنین روی ترسهای خودش هم داره کار میکنه و در حال حاضر دوروبرش افرادی که دوستاش مخصوصا زیاد هستن و داره سعی میکنه که خودش رو، اون هم خودش رو رها کنه و به خودش یک شانس دوباره توی زندگیش بده. آدمی هست پر از ترس و کمبود اعتماد به نفس به صورت واقعی دوستان. خب پس فعلا اونم هم قطب مؤنث و هم قطب مذکر دارن اینا خودشونو دارن رها میکنن. قطب مؤنث خودش رو از یک سری از زنجیرهای خانوادگی و دوروبریهاش هم داره رها میکنه. خب ببینیم که قطب مؤنث در چه انرژیایی هست دوستان. شخصی هستش که احساس قربانی بودن میکنه و اینکه آفریننده هستش و روی هنرهای خودش و خلاقیت‌های خودش کار میکنه. اینجا دارم میبینم که خیلی خودش قربانی کرده و اینکه اینجا میگه که من هرگز نمیتونم و اینکه بهتر این هستش که موفق نمیشم، بهتر این هستش که رها کنم. و اینجا دارم میگه وابستگی‌هایی دارم و اینکه من باید خودم رو رها کنم از وابستگی های عاطفی و از وابستگی های مادی. و اینجا میگه من بسیار مغرور هستم و اینکه نمیخوام خودم رو تحت سوال بذارم و اینکه میخوام تو باشه که به طرف من بیای. ببین به هر حال قربانی که هست قطب مؤنث هم قربانی خودش هست و هم قربانی قطب مذکر هست، قربانی دو جانبه هستش. بدبختی اینجاست که یک سری از شما عزیزان دل دارم میبینم که مجبور هستیم به خاطر یک سری از مسائل زندگی که خودتون رو، یک سری از فداکاری هایی رو هم انجام بدی و کاملا درکتو میکنم. مثلا وقتی که ما پدر و مادر هستیم به حکم پدر و مادر بودنمون، چون ما واقعا وقتی که دیگرانی دور و برمون هستن آزادی که باید رو نداریم، پس بنابراین این اون آزادی عمل رو نداریم و مجبور به فدایی کردن یک سری از مسائل هستیم که کاملا انسانی هستش و قابل فهم هستش. ولی اینکه این حس بهش دست بده که چون الان شرایط من اینجوره فردا باقی خواهد بود، من باش موافق نیستم. اینجا وابستگی هم که در موردش صحبت کردم، بقیه اینکه مغرور بودنش، بله وقتی که قطب مؤنث همه کارو کرده و هر کاری که از دستش برمیومده انجام داده و رابطهش با قطب مذکر درست نشده، پس بنابراین مجبور هستش که به کرامت انسانی خودش روی بیاره و اینکه بگه من هم انسان هستم و اینکه نه اینکه پادری در خونه قطب مذکر. کاملا باهاش موافق هستم و حتی در مورد دیگران، حتی در مورد دیدیم که حتی در مورد دوستانش بود که داشت خودش رو رها میکرد قطب مؤنث دوستان، حتی در مورد دیگران همیشه اونجایی بریم که بخرنمون نه اینکه بفروشنمون. خب یه حتی در مورد دوستان، یک سری از افراد هستن که واقعا ثبات
احساسی ندارن و اینکه ما رو به چالش هایی میکشن و اینکه ما فکر میکنیم که مشکل از ما هستش، در صورتی که اون افراد هستن که خودشون افرادی پر از مشکل هستن. خب ببینیم که قطب مذکر در چه انرژی هایی هستش. قطب مذکر میگه که من تو رو نگاه میکنم و چیزی نمیگم و چیزی رو ازت مخفی کردم و اون عشقم هستش. خب به چه دردی میخوره عشق مخفی؟ به این پسونکش رو در ورد دو منطبه از جیبش، میگه که من نمیتونم انتخاب، دوست ندارم انتخاب کنم و اینکه نمیخوام بزرگ شدم، چون انتخاب یعنی چشم پوشی دوستان. پس خود به مذکر میخواد همه رو داشته باشه. خب من گفتم خر و خرمار داشته باشه، این نفر گفت مگه نمیشه خر و خرمار داشته باشه؟ متاسفانه تو دنیای زندگی میکنیم که محدودیت هایی وجود داره و باید یه انتخاباتی بالاخره انجام بدیم و قطب مذکر نمیتونه همه دنیا رو در جیبش جا بده. خواب و رویای تو رو میبینم و اینکه خودم رو در آینده با تو میبینم. اوکی بسیار خوب. میگه که من میخوام هر بچه بازی در بیارم و اینکه میخوام خوشحال و خوشبخت باشم مثل یک بچه، و چیزی که ما واقعا از قطب مذکر میخوایم و بهش نیاز داره اینکه بچه بازی در آوردن و سبک بودن و نه اینکه سنگین بودن مثل که جرثقیلم بلندش نکنه. میگه که من فکر میکنم که من هرگز موفق نمیشم و من فکر میکنم که همیشه بدبخت خواهم ماند و یکی از عوامل بدبخت بودن خودش خود قطب مذکر هست و اینکه میگه که من به تو دروغ گفتم، من به تو خیانت کردم و اینکه من به دنبال ملاقات های جدیدی هستم. خب بیوفا هم که هستش، به هر حال این از صفات قطب مذکر هستش که همه رو میخواد داشته باشه، تو رو داشته باشم، دیگران هم داشته باشم، با تو رفتاری کنم که دنبال من بدوی ولی من خودم رو دور بگیرم. به هر حال شاید یه نفر دیگه بهتری سر راه من قرار بگیره و اینکه مادیات و همه چیزش بهتر از اون و وجهه اجتماعی من بهتر باشه، باشه که من نسبت به تو احساس دارم، ولی احساس همیشه برنده نیستش، همیشه خوب نیستش. این نظر قطب مذکر هستش. خب دوستان عزیزان، این فال شما بود. امیدوارم که تونسته باشم کمکتون کرده باشم و خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار دوستان.